همی بخی سهیه صدا مرسر نثار شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای دوره جهاد و مقاومت، شهدای 20 سال جهاد سازندگی مردم افغانستان و بخصوص شهدای دفاع مقدس ولسوالی جاغوری، ارزگان و مالستان صلوات عنایت فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و سلام علی خیر خلقه اجمعین. و اما بعد، اقبال لاهوری شعر داره و این شعر مبنا و اساسش آیه عظیم شان قرآن مجید است. مگر خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویشت. به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. امروز بسیار جای خوشحالی است که ما در حضور شما عزیزا و سرورا، شما اندیشمندا، دانشمندا، علمای بزرگوار، خانمای محترم، آقایان حضور داریم و خدمت یکایک شما عرض ارادت و درود دارم. همچنان خیر مقدم عرض میکنم حضور پرفیض، اما پایینم باشه خیر اذیت میشه اینجا سید جواب گو باشه. خیر مقدم عرض میکنم حضور شرافتمندانه و گوهربار دو عزیز ما که جدیدن به عنوان مشاور مقام ولایت غزنی تقرر حاصل کردن، از نخبگان و از اشخاص ذی‌نفوذ مجرب و پرتجربه این سرزمین و بخصوص قطعه غزنی می باشد. هر یک محترم ولسوال صاحب ظفر شریف خان و محترم استاد اسدالله شفایی که افتخار این را داریم که استاد دانشگاه هم هستند و یکی از عزیزا و ظرفیت های جامعه ما هستند، و همین گونه جناب دکتر صاحب عالمی و سایر عزیزان، جناب عامر صاحب مکتب، و اگر اسم ببریم وقت مجلس گرفته میشه. این جانب نیابتاً از طرف خود و از طرف تمام عزیزای اداره ملکی و نظامی ولسوالی جاغوری، قماندان صاحب امنیه، عامر صاحب امنیه، جناب رئیس محکمه شرف حضور دارند، مدیر صاحب حقوق هستند، مسئولین محترم سابق اداره اردوی ملی و سایر عزیزانی که در جمع ما اینجا تشریف آوردن، هم از ملکی و نظامی. این میمنت برای مردم جاغوری خیر مقدم میگم و تبریک باد عرض میکنم. امروز بهتر است ما از دو طرف گپ بزنم. اول از طرف دولت، با عنوانی که ما نماینده حکومت و دولت در این سرزمین هستیم، خدمت شما عرض ارادت داشته باشم، و در قدم دوم به عنوان یک فرد این سرزمین، به عنوان یک کسی که خواهی نخواهی ما منتسب به اینجا هستیم و این پروژه های زیربنایی جزی از خواستهای اساسی ملت ماست که صرفا دولتی بودن ما را از ملت ما، از سرنوشت ما مجزا کرده نمیتونه. این ملت و این دولت خودش به عنوان یک مجموعه نفس و ذات و ستون اساسی افغانستان تشکیل میده که این مردم باعث شده این دولت وجود داشته باشه و این دولت سبب شده این مردم وجود داشته باشه. امروز بسیار جای خرسندی است که در داخل مسجد ما سرود ملی افغانستان تنین انداز است و این در افغانستان کمتر اتفاق میفته. امروزه متاسفانه افرادگرایی در جایی رسیده که در داخل مسجد باید در داخل قرآن عظیم الشان جواسیس بیگانه، استخبارات
همسایه‌های ما که نمیخواین این ملت آرام باشن، من جاسازی کردم میمانن مسجد در روز عید سید قربان در نماز عید انفجار میکنه، ولی در این مسجد سرود ملی افغانستان آهنگش بلند میشه و مردم به احترامش استاد میشه. این نشانگر ای است که دولت عزیز، این مردم هر چه برش بکنی و هر چه خدمت بکنی بازم کم است. به سربازت کار نداره، به اداره آتش نمیزنه، احترام به قانون اساسی و مجموعه قوانین نافذه افغانستان سراپا دارن و در کنار اقتصاد هستن و به رسمیت میشناسن. و همچنان سپاسگزاریم از دولت. به میلیارد افغانی شاید در سال برسد پروژه انکشافی در ولسوالی جاغوری که نظر به کثرت نفوس بازم ناچیز است، ولی از پیسه ای که از کنفرانس های بیرونی با چی تمع و تملخ به دست می آید بازم این سرازیر می شه و به نحوی از آنها زیر در پروژه زیربنایی و انکشافی برای مردم، برای معارف مردم، برای سرک مردم، برای میدان هوایی مردم، برای صحت مردم، برای زراعت مردم و برای سایر پروژه های انکشافی مردم به مصرف می رساند. اما در پیامد تمام در برایند علمی مباحث وقتی متوجه شویم بازم نقش مردم برازنده است. تو مردم وکیل پارلمان، وکیل شورای ولایتی و این گفار انتخاب کردی و وکلا دروازه به دروازه در پشت هر قرانی این بودجه ای سرازر میشه تملک کردن تا اینا در اینجا میرسن، ایر پیگیری میکنن، ایر تعقیب میکنن، ایر شامل سند بودجه میکنن، این میره در پارلمان خیلی لابی میشه تا هر پروژه در امو کالمش باقی بمانه، در امو ستون بودجه باقی بمانه و بعدا بیاید این شامل برنامه تطبیقی یک وزارتخانه شود و در مراحل تدارکاتش تای شود تا بیاید در اینجا سنگ بنایش در این روز ما میمانیم. هر پروژه ما اگر این چون سرنوشت داره در افغانستان و این یک اصول است، نیاز است تعقیب شد و بناهن نماینده های عزیز شما هم از نماینده های شورای ولایتی و عزیزهایی که در این مسیر واقعا را رفتن که قابل ستایش است، کسایی که در پارلمان بوده در این قسمت را رفتن قابل قدردانی است که ما آله از نام بردن تک تکشان نظر به ملاحظات منطقوی و نظر به میکن نزاکت انسانی ایجاب نمیکنه معاجزانه پوزش میخواییم. و ما مسئله ای که عزیزا این طرف خو مامورین گرفته تا اونجا را تو مردم عزیز جناب آقای ایبی سید جوادی که خود دست مسئول شاروالی سیده غجور و تو بازار غجور در مهراق توریسم میگی میدان هوایی در آینده در بخش انکشافی زی سایر نان و سرمایه نشی امروز چرا نیستیده اینجا عزیزا؟ این را با این مقدمه شروع کردم جناب فیضی سید که آنچه از دولت توقع داریم، دولت در بعضی روزها از تو ملت توقع داره بیا گفا را بشنو، بیا سهم بگیر، حداقل در یک دلخوشی سهیم شد، در یک مسجد کلان جور میکنیم با تمام هزینه نمازخان پیدا نمیشه، یک پروژه زیربنایی رو میاریم افتتاح میکنیم کس نیست در پیشنو کدام پروژه افتتاح شد، یک کسی بعد از یک سال کرای موتر میتونه در یک جلسه در مرکز اشتراک میکنه و صد رقم انتقادهای دیگر هم وارد میکنه در حالی که از علیه که خبر نیست کارا در کجا رسیده. و این توقع میرم مردم در این مسائل سهمگیری داشته باشن، مردمی که بر از این دولت عسکر نمیتن، مردمی که بر از این دولت مالیه نمیتن، مردمی که به شش دو سال و شش ماه دولت خدمت نمیکنه و از طرف دیگه به میلیارد افغانی وقت واریز میشن بدون این مالیه به خاطر انکشافی، توقع میره که تمام بازاریا، تمام مردم باید وقتی این مسائل هم بشنوه بیاین با این دلگرمی حکومت شبه از وکیل و وکلای در این قسمت را رفته شبه و این پروژه به شکل اساسی با نظارت مردمی باید تطبیق شود. این موضوع موضوع ما و شما بود که ما نیابتاً از طرف دولت و از طرف اداره محلی جاغوری از شما مردمی سرفراز سپاسگزار هستم و از وکلای محترم و از همه عزیزانی که تشریف دارن که این پروژه را آوردن و این را ما تطبیق میکنیم و همچنین بالمقابل از طرف شما مردم عزیز که همچنان توقع هم دارین از حکومتتان برای شهرداری محترم آیندنگر این گبه دارم که در قسمت فساد و مداخلات فساد انگیز در ایچی در تطبیق از این پروژه ما در خدمتش هستیم. هر موی تخطی اصولی اگر صورت بگیره از طرف مسئولین و از طرف ناظرین
ما در خدمتش هستیم که باید مورد پیگرد قرار بدیم، نباید این فساد آلود تطبیق شود. و از طرف دیگر مدت 10 ماه که وقت قرارداد است، 10 ماه و یک روز شده اگر ما باشم امضا نمیکنم، باید این پروژه تطبیق شود. دو، مسئله خود اسناد 96 صفحه ای پروژه است که باید در میدان مدیریت میدان هوایی باشد که در قسمت توسعه از بری 15 سال بعد دیگر که میدان توسعه پیدا میکنه به این وضعیت نمیمانند. حداقل مسائل تکنیکی و فنی از باید برای اداره محلی جاغوری واضح باشد این مسائل بیتن. و خدمت شما عرض کنم مردم عزیز، در قسمت تطبیق یعنی این پروژه هر آنچه شما میشنوین همراه ما شریک کنید، هر آنچه از نظارت از این میشنوین همراه ما شریک کنید. نیت ما بر این است، وقتی میگیم ما یعنی مجموع افرادی که زیر دخل هستیم، نیت ما بر این است که این پروژه با کیفیت تمام آنچه در شهر نامه و در بیتیو گنجانیده شده باید سنگ سنگش به اینجی سانتی سانتیش باید تطبیق شود و مطابق با مو کیفیت باید اعمال شود. میمانه مسئله بعدیش، مسئله بعدی است که عزیزان، مردم محترم، مردم بزرگوار، اهل دانایی و خرد جاغوری، من خواهش میکنم تا جایی که مطالعات من نشان داده با عنوان یک ظرفیت بالقوه اجتماعی بیاین شما محور واقع شدید. شعار مایست که جاغوری بیا تو محور واقع شو، بلکن دیگرا به تو بچسبن. این محور واقع شدن و کلان شدن پول جور شدن است، یک پولی جور شو که دیگرا از سرت بگذرن. بیا این فصل ها را پول بزن و این پول را شما زدن اتانیم که ظرفیت اجتماعی، انسانی، سرمایه های اقتصادی و اصلا نفس معارف و دانه‌ای و خیرت و ظرفیت انسانی از لحاظ شعوری در این سرزمین حاکم است. بنابراین ما باید حد اقل سمت غرب غزنی را باید ما یک پول اتصال شدیم، یک محور واقع شدیم که دگرها جمع شدن بگیرد. ما مطالبات بعدی ما امتیاز کلان مسئله ولایت شدن است. تا هم نظر نشویم، تا از یک یخن و از یک گریبان سر نکشیم، این موضوع قابل تطبیق نیست، جنجال برانگیز است. دو، لطفاً متحد شویم شورای محترم ولسوالی منصفیدان محترم در قسمت تعمیم امنیت از یک فنس گرفته شود و اطراف میدان هوایی و انکشاف پیدا کنه و خط رنوی در سالهای بعدی در بودجه ملی شامل شود. این می طلبه که یک اجماع سراسری رو بشینیم، مطالبات بعدی خود در تداوم از پروژه باید ما و شما دوباره ابراز کنیم، ارائه کنیم، این توقع رو باید داشته باشیم و همراه وکیل صاحبای محترم در غزنی و کابل باز مشترک را بریم. این گپای گفتنی ما بود، بیشتر از این ممکن عزیزای دیگه گپای داشته باشه، اضافه روی میشه. میمانم مسئله سرک. سرک چون کار وقتش ختم شده بود، کار معطل بود و از اینکه وقتی اضافه را برده بود، موضوع در تفتیش اداره مرکزی راجع شد، تفتیش کمیته دایر کرد، اسناد بررسی شد، اینا توجیهات خود داشتن، بعد قناعت اداره تفتیش را فراهم کرد به خاطر اینکه پروژه به درازا کشیده شده بود، مدتی 150 روز وقت برش داده که باید کیر شود. با مجردی که مکتوب از وزارت فایده عامه بیاید، شرکت کار قرضی خود اسفال خود شروع میکنه. 150 روز دیگه این پروژه تمدید شده که 5 ماه میشه تقریبا. یعنی مسئله سرک جناب حامد صاحبه میرقم بود. بیشتر عرض ندارم خدمت شما، وقت شما گرفتن میشه، نزدیک زور است، ما شما رو پروسه باز قطع نوارم دارم و از عناصرای محترمم خواهش میکنم که چی است، زود زود از یک نفر تشکر کنیم، نفر دیگر بخوایم، خیلی عزیزان ممکنه گپ بزنن، از بیانشان مستفید شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.